سلام بچه ها خیلی خوش اومدید به آموزش جدید توی این پست میخوایم یه کاور واسه این بادی با اسپلش زنونه بسازیم شما میتونید تجربه رو با سر مسئولی استفاده کنید پس تا آخر نگاه کنید که خیلی به کارتون میاد اول وارد پیکسارت میشیم و روی بلوه پایین صفحه کلیک میکنیم و یه بکگراند بلنک یا پیرنگ انتخاب میکنیم حالا وارد شیپ ها میشیم و این مربع ساده انتخاب میکنیم و به این صورت بزرگش میکنیم تا کل صفحه رو بپوشونه حالا میخوایم بهش گردینت بدیم بهتر از رنگایی که توی عکس محصول داریم استفاده کنیم پس از اد فوتو عکس محصول رو وارد میکنیم حالا روی مربع کلیک میکنیم و از قسمت کالر قطع کان رو انتخاب میکنیم بعد روی هر قسمتی که میخوایم رنگش رو کپی کنیم کلیک میکنیم اما برای اینکه در ادامه طراحی این کار رو دوباره انجام ندیم بهتره یه پالت رنگ بسازیم پس به این قسمت دقت کنید تا روشش رو یاد بگیرید هر بار که قطعه چکان رو نگه داشتیم یک بار بیرون مربع کلیک میکنیم و دوباره مربع رو انتخاب میکنیم بعد وارد قسمت رنگ ها میشیم و روی یکی از خونه های خالی کلیک میکنیم تا رنگمون ذخیره بشه به این صورت خب من شش تا رنگ از محصول کپی گرفتم حالا وارد گریدینت میشیم و دو تا رنگ نزدیک به هم انتخاب میکنیم میتونیم به صورت دستی هم تغییرشون بدیم من این دوتا رو انتخاب کردم خب حالا بریم سراغ عکس اگر عکسمون بگران داشت با گزینه ریمو بکگران حذفش میکنیم و جاش رو تنظیم میکنیم به فاصله عکس با گوشه های دقت کنید که طرحتون تمیز در بیاد حالا میخوایم حالتی رو ایجاد کنیم که مثلا محصولمون روی شیشه قرار داره برای این کار از منوی لایه ها روی دابلیکیت کلیک میکنیم با گزینه فلیپ روتیت عکسمون رو برعکس میکنیم و به این صورت پایین عکس اصلی قرارش میدیم هر وقت خط عمودی فعال شدن یعنی دو تا عکس در یک راستا قرار دارن حالا اپاسیتی عکس دوم رو به دلخواه کم میکنیم فکر میکنم روی سی خوب باشه اگه تا اینجا خسته نشدید یه لایک بزنید تا بریم ادامه تجراحی که قرار کارهای جالبی بکنیم حالا وارد شیپ ها میشیم و این مستطیل گوش گد رو انتخاب میکنیم بعد از رنگ هایی که ذخیره کردیم بهش گردینت میدیم من این دوتا رو انتخاب میکنم اما این کم تغییرشون میدم که به این صورت در بیان. جای مستطیل رو تنظیم میکنیم و اوپاسیتیش رو روی 60 میذاریم حالا وارد تکس میشیم و اسم محصول رو تایپ میکنیم و در قسمت خالی بالای صفحه قرار میدیم در اینجا دقت کنید که بالای مت با بالای درب محصول در یک راستا باشن رنگش رو از پالت میگیریم و بعد اسم برند رو هم به فارسی و انگلیسی تایپ میکنیم الان گراندمون خوبه اون به نظرم یکم ساده است پس وارد استیکر ها میشیم و برف کریسمس رو سرچ میکنیم که مناسب این روز است. حالا این پترن رو انتخاب میکنیم و اندازه کل صفحه بزرگش میکنیم از منوی لایه ها رو اونقدر میزنیم تا پترن زیر عکس و متن قرار بگیره دقیقا روی گراند. حالا روی پاکن کلیک میکنیم و سایز رو 50 اوپاسیتی رو 30 و هاردنس رو روی 20 میذاریم بعد از بالا شروع میکنیم به پاک کردن تا مت و عکسمون توی پترن گم نشن و واضح تر باشن به این صورت حالا مشخصات محصول رو تایپ میکنیم. گزینه راستچین رو میزنیم. حالا سایزش رو کچکتر میکنیم تا توی مستطیل قرار بگیره. میتونیم از قسمت اسپیسینگ لاین رو هم افزایش بدیم تا فاصله خطوط بیشتر بشن و مستطیل با متنمون کامل پر بشه. الان متنامون کاملا خاناست اما اگه بخواید میتونید بهشون شدو هم بدید فقط آیتم های پوزیشن رو روی صفر بذارید حالا راه های ارتباطی رو وارد میکنیم هم از طریق استیکر میتونید این کار رو بکنید هم از طریق ادفوتو من اینستاگرام و وبسایت رو اضافه میکنم ها هم تایپ میکنم برای اینکه متن این قسمت یک سایز باشن بهتر از منو لایه ها ازشون کپی بگیرید و نتیجه طراحیمون میشه این کاور اگه این آموزش رو دوست داشتی یاد نره لایک کنی و کامنت بذاری و اگه تازه با چنلم آشنا شدی ممنون میشم سابسکرایب کنی